مردی که با خانواده‌اش وارد یه هتل تسخیر شده میشن و آینده‌ای بری در انتظارشونه. گلاسیا سلام. امروز میتونم بگم به جرئت یکی از معروف‌ترین فیلم‌های ترسناک هالیوود رو آوردم، یعنی درخشش یا شاینینگ. فیلمی که بارها پیشنهاد داده بودید، من یه بار خیلی وقت پیش می‌خواستم بذارمش، ولی خیلی حساسیت فیلم‌های وارنر برادرز توی یوتیوب زیاده. برای همینم متأسفانه مجبورم خیلی توش کات بزنم و از الان معذرت‌خواهی می‌کنم. شاینینگ از رمانی به همین اسم که نویسنده‌اش استفان کینگ ساخته شده و کارگردانش هم استنلی کوبریک، یکی از روانی‌ترین کارگردان‌هایی که آخرش در موردش صحبت می‌کنیم. بریم فیلم ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم جک تورنس رو میبینیم که وارد هتلی به اسم اوورلوک میشه. اینجا اومده تا برای کاری مصاحبه کنه و بلکه استخدام بشه. به طرف دیگه شهر میریم و همسر جک یعنی وندی رو همراه پسرشون دنی میبینیم که دارن با هم صحبت میکنن. در مورد کار پدرشونه که متوجه میشیم جک رفته تا توی هتل به عنوان سرایدار استخدام شو و قرار مدتی رو اونجا زندگی بکنن. این هم میفهمیم که دنی انگار یه مشکل روانی داره و دوست خیالی به اسم تونی برای خودش ساخته. حتی اجا توی دستشوی جلوی آینه با تونی صحبت میکنه که تونی بهش میگه بابات قراره تو اون کار استخدام شه و خیلی زود میرید به همون هتل. برمیگردیم پیش جک و مصاحبه استخدامیش. رئیس هتل بهش میگه که اینجا از ماه می تا اکتبر بازه. از اکتبر به خاطر زمستون و سردی زیاد هوا به مدت 6 ماه عموما کسی اینجا نمیاد بمونه. برای همین هم توی این مدت ما یکی رو استخدام میکنیم که بمونه و از هتل مراقبت بکنه که الانم شمایید. اینم میگه که کار خوب و راحتیه، فقط یه مقدار سخت و ممکنه آدم افسرده شه چون 6 ماه با هیچ کسی در ارتباط نیست. مثلا یکی از سرایدارای قبلی که با خانواده‌اش اومده بودن اینجا انقدر بهشون فشار بود که یه رفعه این مرد رد داده و جون همسر رو تا دخترش رو گرفته و بعدم اصلاً گاشی رو سر خودش و کارش رو تموم کرده. البته که هیچ کلوم این حرفا روی جک انگاری تأثیری ندارن، با خنده همه رو رد میکنه و میگه ما حاضرین بیایم اینجا. اینا متوجه میشیم که کار اصلی جک نویسندگیه و خیلی مشتاقه که 6 ماه رو بیاد تو این هتل بمونه تا بتونه روی رمان جدیدش کار کنه که یه مدت نمیتونه قصه خوب رو پیدا کنه. برای همین هم از که خیلی علاقه داره زودتر کارش تو اینجا شروع شه. یه لحظه دیگه برمیگردیم پیش دنی که دوباره جلوی آینه داره با همون دوست خیالیش صحبت میکنه و به تونی میگه که چرا دوست نداری ما بریم اونجا، مگه چه اتفاقی میفته؟ و تونی هم دوست خیالیش میگه که اتفاقای بدی در آینده منتظرتونه. یه رفعه دنی صحنه ای از هتلی که قراره برن میبینه که از اطرافش کلی خون میاد و تمام راه رو در بر میگیره. این در حالیه که دو تا خواهر دوقلو هم اونجا وایسادن و به همین راه زل زدن. سکانس بعد میبینیم که وندی دکتری آورده تا دنی رو بررسی بکنه و بهش توضیح میده که از زمان مدرسه این دوست خیالی رو برای خودش ساخته و فکر میکردیم جدی نیست، اما جدیداً خیلی بیش از حد شده و دیگه ترسیدیم. دکترم میگه که نگران نباشی، چیز مهمی نیست و از اونجا میره. بعدم سوال میکنه تو خونتون استرس و مشکلی هست؟ شاید همون باعث شده. و وندی هم توضیح میده که فقط یه بار چند وقت پیش جک خیلی مسعود اومد خونه و حواسش نبود و یه رفیق به پسرمون آسیبی زد که شونش در رفتش، اما بعد اون قول داد که دیگه اصلا مست نکنه و از موقع همه چیز روی روال. بالاخره روز موعود میرسه و این خانواده به هتل نقل مکان میکنن. وقتی که دنی داره تنهایی یه جا دارت بازی میکنه، طرف دیگه اتاق رفیق همون خواهرای دوقلو رو میبینه که میفهمه این یه خیاله و از اتاق خارج میشه. این در حالیه که مدیر هتل داره به وندی و جک تمام اتاق ها و جاهای مختلف رو نشون میده. سرآشپز اینجا هم میبینتشون و میاد با جک و وندی رفیق میشه. خیلی هم از دنی خوشش میاد و با هم دیگه بگو بخند میکنن. دنی یه رفیق انگار با دوست خیالیش تونی صحبت میکنه و به سرآشپز میگه که اتفاقای بد قراره اینجا بیفته و مادرش وندی هم توضیح میده که نگران نباشید، فقط دنی یه وقتایی حس میکنه که میتونه آینده رو پیش بینی کنه و این توهمشه. ولی وقتی سرآشپز و دنی تنها میشن، سرآشپز بهش میگه که منم مثل تو همچین قدرتی رو دارم. بهش میگن شاینینگ، قدرتی که میتونه انگاری اتفاقهای بد و آینده رو یه وقتا پیش بینی کنی. اما بعضی وقتا هم الکی و نگران نباش. دنی توضیح میده که تونی یه وقتا به خوابم میاد و چیزهای خیلی زیادی رو بهم نشون میده، اما عمومشون رو یادم میره. مشخصه سرآشپز دیگه این حرفا رو باور نکرده و دنی یه رفعه میپرسه تو اتاق 237 این هتل چه اتفاقی افتاده. مشخصه که سرآشپز خیلی شوکه میشه و بهش میگه که به هیچ وجه نه خودت نه خانواده‌ات نباید بری تو این اتاق، خیلی باید حواست به اونجا باشه. خلاصه که یک ماه میگذره و این خانواده هم به زندگی توی هتل عادت کردن. جک خیلی خوشحاله، همسرش هم همینطور. و وقتی که امروز برای صبحونه میاره، به جک میگه که بیا بریم یکم قدم بزنیم و توی طبیعت باشیم. اما جک میگه که من میخوام رمانم رو شروع بکنم، تو دنی برید، خوش بگذره بهتون. یه چیز عجیبی هم که جک اشاره میکنه
اینه که بار اولی که اومدیم توی این هتل حس کردم بارها اینجا بودم و یه حس دژاوو بهم دست داد، اما نمیدونم دلیلش چی بوده. وقتی هم وندی و دنی دارن بیرون از اینجا رو میگردن، نگاهشون به یه دونه مارپیچ خیلی بزرگ میفته که با گل و گیاه ساخته شده و خیلی براشون قشنگه. یه مدتی داخل اون میگذرونن. چند روز دیگه هم میگذره و حالا یه طوفان زمستونی شروع میشه. اولین باره که اینجا باید گیر بیفتن و توی اخبار گفته میشه که تا یه مدتی نمیتونن حتی به مغازه برن تا خرید بکنن. البته که لوازم مورد نیازشون توی هتل همه چیز هست. در حالی که نگاه وندی به اخباره، دنی با سه چرخش داره توی راهروها بازی میکنه که متوجه اتاق 237 میشه. برخلاف گفته سرآشپز خیلی کنجکاو میره سمتش، اما هرچی تلاش میکنه نمیتونه در رو باز کنه. یه دفعه طرف دیگه راهرو همون خواهرای دوقلو رو میبینه که خیلی میترسه و با سه چرخش سریع از اونجا فرار میکنه. همزمان با این اتفاق هم جک داره رمان خودش رو دوباره شروع میکنه که هرچی سعی میکنه نمیتونه حتی کلمه اول رو بنویسه. وندی میاد سمتش و خبر میده که جاده ها رو بستن، نمیتونن خارج شن، که جک به جای آروم کردن و دلداری دادنش یه دفعه عصبانی میشه و فریاد میکشه. کاغذ جلوشو پاره میکنه و میگه از این به بعد هر وقت دارم چیزی مینویسم نباید سمتم بیای. تو پسر دارید منو دیوونه میکنید و تمام خلاقیت من رو از بین بردی. چند روز دیگه میگذره و حتی خطهای تلفنی هم به خاطر طوفان از کار افتادن. وندی با استفاده از رادیو موفق میشه با جنگلبانی این منطقه تماس بگیره و بهشون اطلاع میده که چی شده و نمیتونه حتی به پلیس زنگ بزنه. جنگلبان هم بهش میگه که به خاطر طوفان خطا از کار افتادن نگران نباشید و اگه کاری داشتید به من اطلاع بدید. رادیوتون هم روشن بذارید که اگه اتفاقی افتاد بهتون خبر میدیم. دنی هم دوباره داره با چرخش بازی میکنه که بازم همون خواهرای دوقل رو میبینه. این دفعه جلوش وامیستن و بهش میگن میای با هم بازی کنیم. یه دفعه تصویر جلوی دنی عوض میشه و میبینه که این خواهرها به شکل وحشتناکی روی زمین افتادن و جونشون رو از دست دادن. اینجاست که میفهمیم این دوقلوها روح دخترای همون سرایداری هستن که اون بلا رو سر خانواده‌اش آورده بود و قبل از جک اینجا بودن. چند روز دیگه میگذره و این بار که دنی داره با خودش بازی میکنه، یه دفعه توپی طرفش میاره، با کنجکاوی سمت جای میره که توپ پرت شده بود. اینجا میبینه که در اتاق 237 بازه و انگار یه نفر از اونجا انداختتش. برمیگردیم پیش وندی که یه دفعه صدای فریادهایی رو میشنوه. به دنبال صدا میره و همسرش جک رو میبینه که روی زمین افتاده و داره گریه میکنه. آرومش میکنه و بهش میگه چی شده و جک میگه یه کابوس دیدم. توی کابوسم داشتم به تو دنی آسیب میرسوندم و نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم. وندی سعی میکنه آرومش کنه و بهش میگه همش کابوس بوده، نگران نباش، که همین لحظه دنی سر میرسه. دنی که حالا لباساش انگاری پاره شده و حتی صورتش هم کبوده. میدو طرف پسرش رو در آغوش میگیره و حالا فکر میکنه که همسرش جک این بلا رو سر دنی آورده. هرچی جک میگه که من کاری نکردم، دیگه وندی باورش نداره و با پسرش به اتاق میرن و درو قفل میکنن. جک دیگه خیلی عصبانی و به هم ریخته است، شروع به حرف زدن و دعوا کردن با خودش میکنه و همینطوری به سمت بار هتل قدم برمیداره. عجیبه که وقتی میرسه یه بارتندر اینجاست و ازش سفارشش رو میگیره و جک شروع به صحبت با اون میکنه و از خانواده‌اش و اتفاقایی که افتاده میگه. حسابی هم مست کرده و بعد مدتی میبینیم وندی در حالی که یه چوب دستشه با نگرانی به همینجا میاد. میدوی پیش جک و بهش میگه یه زن دیوونه تو اتاق 237 اون بوده که به پسرمون حمله کرده و هرچی سعی کردم جلوش رو بگیرم نتونستم پیداش کنم. اینم میفهمیم که غیر از جک هیچ کسی تو این بار نیست، یعنی اون بارتندری که دیده بود ساخته توهم خودش بودن. جک حالا نگران شده و به تنهایی سمت اتاق 237 راه میفته که میبینه در اونجا بازه. با آرومی میره داخل و صدایی از همون میشنوه که اونجا زن خیلی زیبایی رو میبینه. این زن به طرف جک میاد و شروع به بوسیدن اون میکنه که یه رفعه نگاه جک به آینه میفته و متوجه میشه کسی که بغلش گرفته یه پیرزنیه که کاملا بدنش داغون شده و اصلا خیلی وحشتناکه. با ترس فریادی میکشه و از اتاق میدوه بیرون و در رو میبنده. حالا میریم پیش سرآشپز اینجا که کابوس میبینه و از خواب میپره. به شدت نگران جک و خانواده‌اش و سعی میکنه به هتل زنگ بزنه که خب خطا از کار افتاده و موفق نمیشه. به جنگلبانی اون منطقه زنگ میزنه و ازشون خبر میگیره که اونا میگن چه اتفاقی برای تلفن ها افتاده و بهش میگن که تا 20 دقیقه دیگه تماس بگیر. سعی میکنیم با رادیو خبری از اونا بگیریم و بهت اطلاع میدیم. این در حالیه که جک برگشته پیش همسرش و بهش گفته که چه اتفاقی افتاده. وندی هم خیلی داره گریه میکنه و میگه باید همین الان از هتل بریم، اما جک دیگه اصلا دلش نمیخواد این کارو انجام بده. میگه برای یه بارم شده باید پای این کار بمونیم، اینا همش توهمن، نگران نباش و من بالاخره دارم رمان خودمو مینویسم، این بهترین شانس برای منه، اجازه نمیدم که تو پسر دنی یه بار دیگه این شانس رو از من بگیری. رفتارهای جک شبیه روانیا شده، از فریاد زدن و راه رفتنش هم حتی این مشخصه. به قسمتی از هتل میرسه که وقتی درو باز میکنه متوجه میشه یه عالمه آدم اینجا رو مهمونی گرفتن. گارسون نوشیدنی روی جک میریزه و بهش میگه بریم دستشوی لباس رو تمیز بکنم. اینجا جک متوجه میشه قیافه مرد خیلی آشناه. ازش پرسه تو قبلا اینجا کار نمیکردی، سرایدار نبودی؟ که این مرد گارسون به اسم آقای گریدی اصلا قبول نمیکنه.
اما متوجه میشیم که آقای گریدی یه همسر و دو تا دختر دوقلو داره که خب حالا میفهمیم همون سردری که قبلا اینجا بود و اون کارهای وحشتناک رو انجام داده. صحبت جک و آقای گریدی به خانواده هاشون میرسه و جک میگه که چقدر خانواده‌اش اذیتش میکنن و مدام مزاحمش میشن. آقای گریدی هم میگه که تو نباید فقط حرف بزنی، باید عمل بکنی، باید بهشون یه جوری نشون بدی که هیچ وقت این مزاحم کارت نشن. برمیگردیم پیش وندی، تو اتاقش داره قدم میزنه و سیگار میکشه و به شدت نگران سلامت خودش و پسرشه. یه رفعه صدای فریادهای دنی رو میشنوه و میدوه تو اتاق که خواب بیدارش میکنه، ولی میبینه که به جای دنی انگار تو سه خیالیش تونی داره باهاش حرف میزنه. دنی از زبون تونی بهش میگه که پسر دیگه اینجا نیست و هیچ وقت نمیتونی بیدارش بکنی. اینم بگم که توی کابوسش دنی مدام فریاد میزنه و کلمه ردرام رو به زبون میآورد. همزمان با این صحبت ها میبینیم که جک تمام راههای ارتباط رادیویی رو هم حتی قطع میکنه که دیگه هیچ کسی نتونه با بیرون ارتباطی بگیره. از اون طرف هم سراشپز که نتونسته این خانواده خبری بشنوه خیلی نگران شده و بلیط رزرو میکنه و خودشو سری به شهر میرسونه تا به سمت هتل بیاد. صبح شده، وندی تصمیم میگیره که هر جوری شده با پسرش همین امروز از اینجا فرار بکنن. چوبشو برمیداره و به آرومی به لابی هتل میره، ولی خبری از جک نیستش. میره سمت دستگاه تایپ جک و میبینه که تمام چیزهایی که تا الان در مورد رمانش نوشته همشون یه جمله مشابهن. تو این جمله گفته میشه که این همه کار کردن و بازی نکردن یه آدم کسل کننده از جک ساختن. جک از پشت سر وندی سر میرسه و به طرفش میاد. وندی میگه که باید همین الان اینجا بریم و جک میگه که من یه قرارداد امضا کردم. من یه قول دادم و باید بهش عمل کنم و باید تا این 6 ماه تموم شه همینجا بمونیم. هیچ راه فراری نیست. تو هم ذهنت خراب شده که قبل بهم شک داری. من میتونم تو رو درستت بکنم. در حالی که به طرف وندی میره، یه رفعه این دختر رد میده و با چوبی که دستشه ضربه‌ای به سر جک میزنه. جک بیهوش شده و وندی از پای اون میکشتش و جک رو توی انبار آشپزخونه زندانی میکنه. لحظاتی بعد جک بهوش بیاد و محکم به در میکوبه. وندی میگه که من با پسر میخوام اینجا فرار کنیم، تو هم دیگه میتونی جلو اونو بگیری. اما جک میگه که بهتره راه فرارتون رو یه بار دیگه بررسی بکنید. مطمئنم نمیتونید از اینجا برید. وندی نگران میشه و با سرعت سمت گاراژ اینجا و تنها ماشین برفروبی که دارن میره و متوجه میشه که جک از قبل اونو غیر فعالش کرده و موتورشو دستکاری کرده تا نتونن سوارش شن. دیگه هیچ راهی برای وندی نمونده جز اینکه بره و چند ساعت دیگه بخوابه تا دوباره هوا روشن شه و بلکه فردا بتونن از اونجا برن. ساعت‌های گذشته و جک صدایی رو از بیرون میشنوه. صدای آقای گریدی، همون روح سرایداری که قبلا اینجا بودش. آقای گریدی به جک میگه که تو نتونستی از مسئولیتات بر بیای و دیگه باید کارتو تموم کنی. تو اصلا لایق این کار نیستی. جک رو به گریه میکنه و میگه قول میدم همه وظایفمو انجام بدم و یه رفعه در خود به خود باز میشه. برمیگردیم جایی که وندی خوابیده و پسرش دنی بیداره. دنی شبیه تسخیر شده از جاش بلند میشه و چاقوی رو از کنار تخت زن برمیداره. بعدم میره سمت در و با رژ لب روی اون کلمه ردرام رو مینویسه. مدام این کلمه رو به زبون میاره تا جایی که وندی از خواب میپره و با دن دنی وحشت زده میشه و سری چاقو رو ازش میگیره. اینجاست که وندی برای اولین بار کلمه ردرام رو به صورت برعکس توی آینه میبینه و تازه متوجه معنی اصلی اون میشه. یعنی همین لحظه چیزی محکم به در کوبیده میشه و وندی وحشت زده میشه. میبینه که از پشت در جک وایساده و با تبری داره اونو میشکنه تا بیاد داخل. وندی همراه دنی توی دستشویی میرن، درو قفل میکنن و وقتی پنجره رو باز میکنه یه جای خیلی کوچیکی به بیرون هست. خودش رد نمیشه اما موفق میشه که دنی رو از اونجا رد بکنه. این در حالیه که جک در اولو شکسته و حالا پشت در دستشویی. همزمان با این اتفاق هم سراشپز خودش رو با این ماشین برفروب به همین هتل میرسونه و میاد داخل. بی خبر همه چی شروع به صدا زدن این خانواده میکنه که یه رفعه میبینیم جک سر میرسه و با تبرش بدون هیچ رحمی جون این مرد رو میگیره. وندی هم همین فرصت استفاده کرده و از اتاقش خارج میشه و توی راهروها سرگردونه. حالا اونم روحها و چیزهای وحشتناک رو میبینه. روح تمام کسایی که قبلا اینجا جونشون گرفته شده. و وقتی به لابی میرسه، سراشپز رو میبینه که بدن بیجونش کف اینجا افتاده. صدای فریاد دنی از بیرون هتل میاد و وندی از پنجره نگاه میکنه. میبینه که دنی وارد همون راهروهای مارپیچ میشه و از اون طرف هم جک صداشو شنیده و پشت سر داره میره. از اونجایی که دنی و مادرش قبلا چند بار توی این مارپیچ های گیاهی اومده بودن، تقریبا راه رو بلده. ولی خب جک اولین بارش که اومده اینجا، داره رد پاهای دنی دنبالش میره و دنی متوجه این قضیه میشه و از یه جایی تمام رد پاهای خودش رو دیگه پاک میکنه. لحظاتی بعد تعقیب و گریز بالاخره به پایان میرسه. دنی موفق میشه از طرف دیگه مارپیچ خارج شه، جایی که مادرش وندی عقب منتظرشه. هر دو سوار ماشین برفروبی میشن که سراشپز به اینجا آورده بود و سریع از اینجا دور میشن. این در حالیه که جک
وسط مارپیچ گیر افتاده و انقدر اونجا میمونه تا یخ میزنه و جونش رو از دست میده. سکانس آخر فیلم میایم داخل هتل و چند تا از عکس‌های قدیمی اینجا رو میبینیم. توی یکی از عکس‌های مهمونی‌های قدیم میبینیم که قیافه جک وسط اون عکس پدیدار شده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. یه چیزی که اگه فیلم باز باشید قطعاً شنیدید، نفرت استفان کینگ از فیلم د شاینینگ. استفان کینگ میگه که استنلی کوبریک فیلمنامه و رمان من رو به گند کشید و نتونست درست به نمایش بذارتش. ابهات شخصیت‌ها رو آورد پایین فقط برای اینکه بتونه المان ترس رو بالا ببره. اما خب منتقدهای سینما نظر متفاوتی دارن و به نظرشون فیلم شاینینگ یکی از بهترین ساخته‌های کوبریکه. دلیلش هم اینه که ما داریم از کوبریک صحبت می‌کنیم که فیلمی مثل پرتقال کوکی یا دکلاک ورک اورنج رو ساخته بود. فیلمی که توی اون یکی از معروف‌ترین روانی‌های سینما رو داریم و از همون موقع کلاً فهمیدن که کوبریک خیلی خوب می‌تونه به ذهن یه همچین آدمی وارد بشه و جنون رو به نمایش بذاره. اگر رمان درخشش رو خونده باشید متوجه تفاوت‌های رمان با فیلم قطعاً میشید. یکی از بارزتریناش هم اینه که توی کتاب خیلی المان‌های ترس بیشترن، خیلی وحشتناک‌تر از فیلم میشه. و خب توجیهی که منتقدها میکنن اینه که واقعاً وقتی شما یه متنی رو میخونی مجبوری از ذهن خودت برای ساختن تصویرها استفاده بکنی. برای همینم وقتی مثلا بهت میگه که یه آدمی که 4 تا پا داره و 8 تا چشم داره، تو ذهنت خیلی تاثیرتر از چیزی که ممکنه توی فیلم ببینی. این یه چیز کاملاً بدیهیه. دلیلی هم که میگن استفان کینگ از این فیلم بعدش میاد همینه، چون معتقدن که کوبریک اومده روانی که استفان کینگ تو روانش ساخته رو با برداشت‌های خودش به ما نشون داده. منتها کوبریک گفتم یه آدمی که خیلی خوب جنون رو میشناسه و خیلی خفنی رو به نمایش گذاشته. منتقدها میگن صرفاً نفرت استفان کینگ از این فیلم به خاطر همین قضیه است، چون برداشت خودش از چیزی که نوشته با برداشت کوبریک فرق داره و الا هیچ اشتباه یا هیچ نقصی توی ساخت فیلم وجود نداره. مورد دیگه هم اینه که وقتی استفان کینگ در مورد رمانش صحبت کرده بود میگفت که من خودم رو توی جک خالی کردم، یعنی میگفتم که من یه نویسنده‌ام و اومدم درگیری‌های ذهنی خودم رو به جک انتقال دادم. برای همین وقتی که فیلمش ساخته شد دیگه خودم رو توی اون ندیدم و به نظرم این واقعا افتضاح‌ترین کاری بود که توی فیلم به وجود اومد، که البته خب من خودم با این مخالفم به خاطر اینکه به عنوان یه نویسنده قشنگ میتونستیم دردها و مشکلات جک رو ببینیم که اونو به همین جایی سوق داده. بگذریم در مورد پایان منش هم یه صحبت کوچیکی بکنیم. پایان فیلم ما یه عکسی میبینیم که از قدیم هتل یه مهمونیه و خب جک اون وسط هستش. منتها چند بار دیگه هم از اول دیدیم، منتها این جک توش نبوده. اینجاست که باید قشنگ موضوع فیلمو بفهمیم. موضوع ما یه هتل نفرین شده است که میاد یه سری آدم‌ها که همون سرایدارهاش میشن رو به خودش جذب میکنه، یعنی اونا رو میکشه توی خودش و اونها جزوی از هتل میشن، همونطوری که روح اون دوقلوها رو میدیدیم یا خیلی چیزهای دیگه مثل همون بارتندر رو باهاش مواجه میشدیم. تمام اینا کسایی بودن که این هتل جونشون رو گرفته بود و اونا رو با خودش یکی میکرد، اتفاقی که در آخر برای جک میفته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا یه لوپ زمانی بوده و از قبل جک اینجا بوده و نه، جک بعد از اینکه جونش رو از دست میده عکسش به عکس بقیه قربانی ها اضافه میشه و این اتفاق ممکنه که تا سالیان سال هم ادامه داشته باشه. خلاصه که شاینینگ منظرم یکی از بهترین های ترسناک هالیووده و خب دلیلش هم کاملا مشخصه. ما داریم دوباره از ترس آدم ها صحبت میکنیم. فیلم اینطور نیست که بیاد بگه روح ها ترسناکن، شاید روح دوش میبینیم، خیلی چیزهای مختلفی وجود داره، ولی ترس اصلی و جک به وجود میاره. جکی که یه آدم زنده است و فقط مشکل روانی پیدا میکنه، جکی که از افسردگی و تنهایی تصمیم میگیره جون همه رو بگیره و اصلا به عواقب کارهاش فکر نمیکنه. یه چیز کوچولو دیگه هم اشاره بکنم، یکی از منتقدها نوشته بود به نظرم جالب بودش، میگفت که بعضی پایامندی فیلمو یه جور دیگه میتونن برداشت بکنن، اینکه اصلا جک از این اتفاقا جون سالم به در برده و خودش انگار فیلمنامه این داستان رو نوشته. تمام فیلم همون رمانی هستش که جک بخواسته روش کار بکنه و بتونه اونو به نمایش بذاره و انگاری در آخر این سفرش به هتل موفقیت آمیز بوده و تونسته این داستان رو به ثمر برسونه. اینا به نظرم دیدگاه جالبی بود در مورد فیلم که حالا نمیدونم به زیاد فکر نکردم که کاملا جور در میاد یا نه. نظرتون رو بنویسید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.